هسته مرکزی و تاریخی شهر تهران کوچه های نامدار و شناخته شده ای داره که هر کدوم با تاریخ اجتماعی پایتخت پیوند خوردن و یادآور مکانایی هستند که اتفاقات سیاسی و فرهنگی و اقتصادی در اونجا پدید اومدن. به همین دلیل نام اونها توی حافظه مردم موندگار شده. اما در بین همه کوچه های پرآوازه تهران، کوچه برلن، روبروی کوچه مهران، توی خیابون لاله‌زار، حال و هوای دیگه‌ای داره و برای تهرانی‌های قدیمی که در این شهر پا گرفتن، پر از یادبودهای فراموش نشدنیه. اونقدر که شاید کوچه دیگه‌ای رو نمیشه پیدا کرد که اینطور با تار و پود پایتخت گره خورده باشه. به ویژه اینکه این کوچه نه تنها از نظر اقتصادی بلکه از نظر فرهنگی هم اهمیت زیادی داشته. کوچه برلن با قدمت 100 سالش بخش جدایی ناپذیری از هویت تهرانه. با ما همراه باشید تا به پیشینه و تاریخ شکلگیری این کوچه پرخاطره بریم. پیش از شروع حتما عضو کانال ما بشید و این زنگوله کوچیکم بزنید تا به محض گذاشتن ویدیوی جدید پیامش رو دریافت کنید. کوچه برلن جنوب خیابون لاله‌زار رو به خیابون فردوسی وصل می‌کنه. این دوتا خیابون تهران پر از نشانه‌ها و یادبودایی هستند که تهران تاریخی رو شکل دادن و شهری ساختن که هرچند حالا با پیوستن روستاهای دور و نزدیک به اون و پا گرفتن محله‌های نو شکل و شمایل جدیدی گرفته، اما هنوز هم به تاریخی دلگرمه که رد و نشونش رو در مرکز شهر میشه پیدا کرد. کوچه برلن در دوره رضاشاه شکل گرفت و چون دیوار به دیوار سفارت آلمان بود، اسمش رو اول کوچه برلین و بعد کوچه برلن گذاشتن. درازای کوچه نزدیک به 260 متره. یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد این کوچه اینه که هیچ سازه مسکونی در اون دیده نمیشه و سر تا سر مغازه و پاساژه. البته کوچه برلن از اول هم همین شکلی بوده. در جنوبی ساختمان سفارت آلمان رو به کوچه برلن باز میشه. ساختمان سفارت توی سالهای پایانی پادشاهی ناصرالدین شاه قاجار، زمانی که روابط دیپلماتیک ایران و آلمان شکل رسمی گرفت، توسط آلمانا خریداری شد و بعد در زمان رضا شاه به نام دولت آلمان به ثبت رسید. چند سال بعد از اون آلمانیا ساختمان رو خراب کردن و دوباره ساختن. توی سالهای پادشاهی رضا شاه، دولت رایش سوم آلمان روابط محکم و گرمی با ایران داشت. به همین خاطر سفارت آلمان جایی برای تبلیغات نازی ها شناخته می شد و رفت و آمد آلمان ها به اونجا و کوچه برلن خیلی زیاد بود. در اون زمان کوچه برلن از نظر سیاسی یکی از مراکز مهم پایتخت شناخته می شد و مورد توجه دولت هم بود. با شکست آلمان در جنگ جهانی دوم، تب و تابای سیاسی توی کوچه برلن هم فروکش کرد و به همون حال و هوای فرهنگی که از قبل داشت و به اون اشاره خواهم کرد برگشت. کوچه برلن در آغاز به شکلی که حالا میبینیم نبود. یه کوچه بود که رفت و آمدای دیپلماتیک مردا و زنای نامدار و سیاستمدار در اون انجام میشد و جایی برای ثروتمندا و افراد متمول شهر بود. مردم دیگه کاری به این کوچه نداشتن و دلیلی برای رفتن به اونجا نمی‌دیدن جز اونهایی که دلبستگی‌های هنری داشتن. چیزی که بعد از افتادن تب و تاب سیاسی در این کوچه اتفاق افتاد، مغازه‌هایی بودند که اجناس خیلی لوکس عرضه می‌کردند که خرید اونها از توان مالی مردم عادی بیرون بود و فقط ثروتمندا می‌تونستن قیمت اون جنسا و لباسای لوکس و مد روز رو بپردازن. اونجایی از کوچه برلن هم که حالا بانک تجارت دیده میشه، یه باغ شناخته شده بود که در گذر زمان از بین رفته. کوچه برلن در سالهای بعد پاتوق تهرانیایی شد که طرفدار لباسای مد روز و گرون قیمت بودن. بعدتر جایی برای خرید تاج و گل و لباس عروس شد. اما تا کوچه برلن چنین کار کردی بگیره، دوره‌ای رو از سر گذرونده بود که بیشتر فرهنگی بود تا تجاری. یکی از ویژگی‌های از دست رفته کوچه برلن بافت فرهنگیشه. این کوچه در دل خیابون لاله‌زار همیشه جایی برای مراکز هنری مثل سینما و تماشاخونه و گالری‌های هنری بوده. درست مثل لاله‌زار پاتوقی برای هنرمندا و کارگاه‌های هنری.
یکی از اونها آتلیه آر نام داشته که بلوک احمری نقاش و طراح برجسته به همراه دوستای هنرمندش در سال 1332 در کوچه برلن بنیانگذاری کرده بود. احمری رو پدر گرافیک تجاری ایران هم میدونن. پیش از اون در سال 1323 تماشاخونه‌ای به نام کشور در کوچه برلن آغاز به کار کرد. هرچند تنها 3 ماه دوام آورد و بسته شد. در زمستون 1331 هم تماشاخونه بهار فعالیت خودش رو شروع کرد، اما زیانهای مالی باعث شد که خیلی زود درهای تماشاخونه بهار رو هم ببندن. هرچند همون مدت کوتاه هم نمایش هاشون با استقبال چشمگیر تماشاگرها روبرو شده بود. با کودتای مرداد 32 کوچه برلن رنگ و روی هنریش رو کم و بیش از دست داد و برای زنده موندنش چهره ای تجاری پیدا کرد. در این زمان بود که در کنار فروشگاه‌های لباس رستوران‌هایی هم ساخته شد. کوچه برلن از اون به بعد بیشتر مرکزی برای خرید شناخته می‌شد تا جایی برای کارهای فرهنگی و هنری. یکی از معروف‌ترین سازه‌های کوچه برلن ساختمان جنرال مود بود. این ساختمان مرکز مد کشور در دهه 30 خورشیدی شناخته می شد. کارخونه جنرال مود توی خیابون فردوسی و فروشگاهش در کوچه برلن فعالیت می کرد. فروشگاه جنرال مود جایی برای عرضه جدیدترین پوشاک مردانه و زنانه شناخته می شد. یه دونه از آگهی‌های تبلیغاتیش هم سر زبونا افتاده بود. هم شیک هم آسون بدون صرف وقت فراوون. بدو بدو برو جنرال مود کوچه برلن. جنرال مود ساختمان 3 طبقه‌ای با طراحی اروپایی بود. البته این ساختمان در سال 74 در آتش سوزی کوچه برلن از بین رفت تا اینکه در سال 1380 به شکل پاساژ بازسازی شد. برای اینکه حال و هوای فروشگاه جنرال مود در دهه 30 خورشیدی و قیمت لباسایی رو بدونیم که میشد از اونجا تهیه کرد، باید به یکی از آگهی‌های تجاری این فروشگاه در اسفند 1334 یه نگاه کنیم که در روزنامه‌های اون روز تهران چاپ شده. در این آگهی فروشگاه جنرال مود کوچه برلن، هر دست کت و دامن گاباردین رو تنها با 160 تومن میشد خرید. کت زنانه مد روز هم با قیمت 92 تومن به خریدارا عرضه میشد. یه فروشگاه دیگه نبش کوچه برلن پیرایش نام داشت. اونجا هم مرکز عرضه لباسای لوکس دهه 30 و 40 تهران بود. کوچه برلن امروزی بافت فرسوده‌ای داره و شاید از هیاهو و رفت و آمدهای گذشتش کمتر بشه نشونه ای دید. این کوچه حالا جایی برای دستفروشا و بساطهای رنگ و رنگشون شده. دستفروشایی که شاید فکرش هم نکنن روزی چه آدمایی با چه دک و پوزی وارد کوچه می شدن و این کوچه چه ارج و قربی برای خودش داشته. شما هم اگر خاطره و یادی از کوچه برلن سابق دارید و مشتری فروشگاهاش بودید یا گذرتون به کوچه برلن فعلی افتاده، حتما برامون بنویسید تا دور هم بخونیم و خاطره بازی کنیم و لذت ببریم. اگر هم از ویدیو خوشتون اومده لایکاتون رو از ما دریغ نکنید و حامی ما باشید. این ویدیوها هم تاریخچه جذابی از کوچه مروی و لاله‌زار هستن که میتونن حالتون رو خوب کنن. ببینید و امیدواریم کیف کنید.